سلام و وقت بخیر به دنیای ورزش از آریانا نیوز. با ما جمشید احمدی خوش آمدید. تا نیم ساعت در خدمت شما هستم با مهمانان گرامی ورزشی و رقابت‌های بی‌سابقه لیگ برتر کرکت کابل از تاریخ 24 جولای مطابق به اول اسد سال روان خورشیدی در کابل آغاز می‌گردد. این مسابقات قرار است از طریق تلویزیون جهانی آریانا به گونه زنده و قانونی نشر شود و رقابت‌های موزنی زیر نام جام امیر عبدالرشید بیگم برای اولین بار در کابل آغاز شد. برای بحث بیشتر از طریق خط اسکایپ از سیویز با یکی از چهره‌های فراموش ناشدنی ماستر من خوشدین نسیمی، قهرمان اسبق تیم ملی موشزنی و رئیس فدراسیون ورزشی پوانتونای افغانستان و رئیس بورد مهاجرین افغانستان و رئیس نهاد خیریه یوسفی هم کلام هستیم. میخواییم بیشتر در رابطه با برگزاری مسابقات و برنامه ها و فعالیت های من خوشدین نسیمی بیشتر بدونیم. آقای نسیمی روی خط اسکایپ از سیویز با ما هم کلام هستن. سلام، وقتتان بخیر، خوش آمدین به دنیای ورزش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به ترامات خود تقدیم گوینده موفق تلویزیون جهانی آریانا و آریانا نیوز آقای احمدی صاحب و از طریق تلویزیون شما و تمام مردم عزیز ما کمیان از پرده تلویزیون شما ما را تماشا میکنند. کسی که در خارج کشور هستند و داخل از کشور هستند سلام وقت تقدیم میکنم. خدا کنه با اعضای خانواده خود ساعت کامل داشته باشند. سپاسگزار هستم نسیمی صاحب. در وقت است که نداشتیم شما را صدا و سیمایتان، خواستیم بیشتر بدونیم که برنامه ها و فعالیت های ورزشی یکی خوشبختانه امروز هم یک گام مثبت برگزاری مسابقات موجزنی تحت نام امیر عبدالرشید بیگم که در مورد از این میخوایم بیشتر صحبت های داشته باشیم که امروز در کابل برگزار میشه. بیاین دیدگاهتان داشته باشیم که شما حمایت کردین و این هم از آدرس شما بود که شما خواستین این مسابقات برگزار شود. در مورد این مسابقات میشه از شما بیشتر بدانیم. تشکر از سوال شما و از روشنی که در بخش مسابقات جام میر عبدالرشید بیگم بنیانگذار و بابای بوکس افغانستان شما کردین و ما در کل ایره بر شما یادآوری شوم که در طول تاریخ بوکس افغانستان اولین بار بود که جامی که از طرف بنده مصارفش داده شد و اسپانسر شد تمام فدراسیون موجزنی افغانستان این جام بنیانگذار بابای بوکس میر عبدالرشید بیگم گرفته شد. یک افتخار بزرگ به من نیک، به خانواده بوکس نیک، به تمام کشور است. هدف از برگزاری این مسابقات برای اولین بار تحت عنوان بنیانگذار موجزنی که اونا واقعا در گذشته زمانی که حیات بودن تلاش بیشتر داشتن و یا تلاش کردن تا که ورزش موجزنی را نهادینه بسازن. تشکر بر شما. یادآور شم که یکی خو ابرمرد بوکس تاریخ بود که بنیانگذاری کرده بود. هدف ما سه هدف داره که مسابقات برای انداخته شده. هدف اولی است که ما یک جنتری داریم، پیشوری خود یک پلان داریم، نظر به ریاست مهاجرین مقیم اروپا و جمشید جان امیری و رئیس بورد مهاجرین مقیم اروپا آقای حمید حکیمی و خودم بانواده های سازمان های اروپا که به تماس شدیم، ما می خواهیم که نام بزرگ مردایی که خداوند مغفرتشان کنه از این دنیا رفتن اونا را پس زنده بسازیم. اونا هر کدام از با استعدادشان قابل قدر بود و بوکس اونا در افغانستان آوردن، اونا بوکس که آوردن بنیانگذاری کردن تا ما به حساب از اونو الگوی بوکس ما که میر عبدالرشید بیگم بود، بابای بوکس افغانستان و جناب اختری صاحب بابای بوکس کلاب اختری بودن، اینیا افتخارات بودن، جناب صلاح الدین خان بودن خدا مغفرتشان کنه، جناب حاجی صاحب غفور بود خدا مغفرتشان کنه، جناب عزیز الله عزیزی بود، این امرمردای بودن که بله در رابطه با برگزاری مسابقات موجزنی زیر نام جام میر عبدالرشید بیگم که در کابل برگزار شده و صحبتای ماستر من خوشدین نسیمی که خود یکی از قهرمان های اسبق موجزنی در افغانستان بودن که خوشبختانه بگویم در اروپا هم برنامه های خوب و فعالیت های ورزشان قابل قدر است. آقای نسیمی تماس شما قطع شد با ما، میخواییم بیشتر صحبت ها را در این مورد داشته باشیم که شما چه دور لقب بابای بوکس برای آقای برای مرحوم عبدالرشید بیگم لقب دادین. جناب یادآوری کنم صدای مرا دارین جمشید؟ بله، صدایتان دوباره دریافت کردیم. بله، بر شما یادآور شم که ما میخواهیم که امی بر مردایی که رحلت کردن خدا مغفرتشان کنه به نام از اینا جامعه گرفته شود. سه موضوع مهم است که یکی خو
نام از اینیا سرزبان ها میشن و زنده میشن با نسل جوان ما و قهرمان های ما و استادای ما که در نام های از یا در فکر از یا میگردن که بنیانگذار بوکس کی بود و قهرمان های اولی کی بودن و دستاوردهایی که دنیا از آن خود کرده بودن کی بودن. ولی ما به صفت رئیس نهاد خیری ASSF با رئیس فدراسیون ورزشی پانتونا و بنیانگذار مکاتب پانتونا بودیم. ما خواستم که نامای بزرگوارایی که پیشتر یادآور شدم به نامای از اینیا جام گرفته شود و قسمت دومش رشد انکشاف ورزش فدراسیون بوکس افغانستان در سطح منطقه و جهان رشد میکنه. این برنامه دومش است. برنامه سومش است که فدراسیون ما یک شخصیتی که قهرمان بود و قهرمانی کرده بود جناب ماستر سپورت قدیرجان سلطانی است که در اصل فدراسیون آمده که در اواخر فدراسیون بوکس افغانستان یک جایگاه خاص به خود گرفته، ولی ما همچنان در کنارش هستیم. ما میخواهیم که در پولی از یک مسابقات به نام بزرگوارا گرفته میشه، میخواهیم که نمی فدراسیون در پولی از این نظر به یک صحبتهای داشتیم با اتحادیه اروپا و ما بر ما وعده کردن با گروپ ما با تیم کاری ما که تا ما بتانیم به یاری پروردگار به یاری خداوند بتانیم که یک زال استاندرد بوکس با رنگش با تمام تجهیزات بوکس و در پولی از یک زال پرورش اندام به نام فدراسیون مجزنی ایرا ما در اونجا میاری کنیم و بر از جور کنیم تا بتانه ورزشکارای ما در سطح ولایات و مرکز تیمای ما بتانن از او استفاده کنن که تا از این طریق عظمی و سایل و عظمی استادای مجرده که در اونجا سرشان کار میکنه بهترین ماسترها داریم بهترین دکترها داریم تا بتانه ورزش بوکس ما در سطح منطقه و جهان یک دستاورد خوب را از آن خود کنن. بسیار خوب. از دو شخصیتی که در ورزش اونها هم جای پای دارن، از قهرمان جمشید امیری یاد کردین و همچنان از انجینر محمد حمید حکیمی که معاون فدراسیون شما هم است. اینا چطور از اینکه در کنار شما و برنامه‌های خوبتان در اروپا چی بوده تا فعلا چقدر مؤثر واقع شده؟ بر شما یادآور شم. تشکر جمشید جان که واقعا من یک شخصیت هستم که زندگی ما با ورزش گره خورده بود و از این طریق ورزش مثل مازورها قهرمان مثل آقای حکیمی یک شخصیت برجسته بود که در بخشی که یک بوکس قهرمانی های برجسته داشت مثل جناب امیری صاحب که در جرمنی هستن یکی از تجارای ما و همچنان یکی از قهرمان های ما بوده که تیم کاری ما است و ما اینی هم به صفت معاونین ما هستن که ما توانستم با اتحادیه اروپا کار کنم و از این طریق به تمام به شما یادآور شم ما فعلا هم به صفت رئیس بورد مهاجرین مقیم اروپا هستم که از طریق از این بورد با ورزشکارهای ما با ملت ما با خوار غریب بیچاره افغانستان از هر لحاظ که شوه چون ما زندگی ما در ابو خاک در ابو خاک روبی افغانستان تربیه شدیم زحمت کشیدیم عرق ریختاندیم ولی هیچ وقت وطن ما مادر ما است فراموش نمیکنمش و تا وسط توانی که دارم زحمت میکشم عرق میریزانم تا بتانم افغانهای خود حمایت کنم در سطح منطقه و در سطح جهان یک افتخار بزرگ است از لحاظ مالی و معنوی. ما افتخار میکنم بالای او پدر که سرما زحمت کشیده بود خدا مغفرتش کنه مرحوم غوث الدین خان و برادرای ما اجمل جان است حاجی صاحب مزر است فردین است و اعضای فامیل ما خدا مغفرت کنه صاحب نصیر پاکای ما که مرا توانستن و تا این موقعیت و استادای بزرگوار ما که استاد فیض محمد کارمند در زمان کارمند رستم کارمند و در تیم ملی که تمرینات خود پیش بردیم زیر چوکات ماستر سپورتاری که بوده استاد قاری نصار بوده استاد معروف رغبت بوده استاد نظر محمد عباسی بوده شخصیت های ملی و بینلی ورزش بودن که سرما زحمت کشیدن در بخش تعلیم و تحصیل در بخش ورزش. ما از پیشان افتخار میکنم و تشکر میکنم که ما در این موقعیت رسیدیم که در با خارجی ها با کشورهای مختلف با سیستم ها و کتگوری های مختلف میتونم فعلا که با تیم کاری خود که یک جایگاه خاص به خود تعیین کردیم و از این طریق با مردم ملت خود خدمت میکنیم. این افتخار بزرگ با ما و با تمام همکارانم هست. بسیار خوب. آقای نسیمی شما رئیس فدراسیون ورزشی پانتونای افغانستان همچنان مکاتب افغانستان بودین، چی برنامه هایی داشتین و از آدرس پانتونای افغانستان بگین؟ حالا هم ورزشکارایی داریم آیا تمرینات دارن؟ شما اونا رو هم حمایت کردین و با اونا هم در تماس هستین؟ جمشید جان خداوند عزت بتتانه ما یک شخصیت هستم ما آزادانه یک ذره یک صحبت میکنم با هم صحبت میکنم که تمام مردم ملت ما
چون لغات پرانی لونو خوش ندارن آم خوش دارن و آم فهم باشه که بفهمن که چگونه صحبت شوه. و ما بر شما یک دو نقطه اساسی اشاره میکنم که فدراسیون ورزشی پانتون افغانستان مکاتب دوج بال ووت بال و چاولا که این فدراسیون های جهانی که در سطح جهان بودن و این ما بنیانگذاری کردیم معنی که به نسل بعدی ما اگر از آی خدا بود از استفاده کنن نام منقوش در تاریخ ثبت شده و تاریخ ثبتش کردن. اگر ما بخوایم نخواهیم یک تعداد اشخاص افراد مافیایی بودن که ما بر شما یادآور شوم که از نام جناب ابرمرد بوکس افغانستان جناب اختری صاحب بابای بوکس کلاب اختری استفاده کردن. ما برای ما پیشنهاد ما می است بیان دز بدز بتن زحمت بکشن عرق بریزانن تامی فدراسیون ها را بلکه فدراسیون ها تمام فدراسیون ها تمام کمیته المپیک تمام فدراسیون هایش از پوشش بگیرن تا فدراسیون های ورزشی بخش های فوتبال والیبال باسکتبال بوکسینگ همیشه ما مد نظر خود گرفتیم تا بتانیم که برزینیا کمک کنیم در سطح منطقه و جهان تا یک دستاورد خوب را بگیرن. ولی من به شما یک چیز یادآور شم که ابرمرد بوکس افغانستان جناب مرحوم اختری صاحب یک فقیر بود، یک شخص فقیر بود، ولی اشخاص افراد از نام از استفاده کردن، تخلص های خود به اون ماندن. اینیا کوشش کنن که در سر تخلص خود تجدید نظر کنن. بابای بوکس یک فقیر بود و ما می خواهیم که به نام بابای بوکس بعد از میرفت رشید بیغم یک جام به نام مرحوم ابرمرد بوکس افغانستان اختری صاحب، صلاح الدین خان، عزیزی صاحب، جناب غفور صاحب، مرحوم غفور، حاجی غفور و استاد فیض محمد کارمند، استاد رستم کارمند گرفته شود تا جوانای ما بتانند در بخش‌های مختلف، در رشته‌های مختلف امی پیشکسوتایشان از این کوشش گرفته که مسابقات بگیرند و از طرف ما و نهاد ما و ریاست بورد مهاجرین مقیم اروپا و تجارهایی که همراه ما هستند، گروپایی که همراه ما خارجی ها هستند، داخلی ها هستند، همکار هستند، بتانیم که ورزش افغانستان برش یک جایگاه خاص ببخشیم. نه مافی گرایی. ما کوشش ممی است که دست به دست بتیم با دولتی که فعلا وجود داره می خواهیم که اونها همچنان کمک کنند، همکاری کنند تا ورزش افغانستان یک جایگاه خاص در سطح ملی و بین‌المللی داشته باشد و افتخار به من است که به تمام کشور است. بله، ادامه صحبت ها با منقوش الدین نسیمی بعد از یک وقفه کوتاه دوباره برمی‌گردیم. دوباره خوش آمدین. وقت شما هموطنان عزیز، ورزشکاران، ورزش دوستان بخیر. رقابت های 20 اور لیگ برتر کرکت کابل را همچنان به گونه زنده و قانونی از شبکه جهانی آریانا فراموش نکنید. ادامه صحبت ها با ماستر منقوش الدین نسیمی روی خط اسکایپ از سوئیس با ما هم کلام هستند. نسیمی صاحب، در رابطه با برنامه ریزی های خوبتان از آدرس نهادتان بگوین که چی برنامه خوب ورزشی، چی تفاهم‌نامه ها، اینکه شما دور از وطن هستین. اگر مثل شما قسمی که شما نمایندگی از فدراسیون مجزنی کردین و به فدراسیون مجزنی خیلی همکاری و کمک ها کردین، هر قهرمان از هر فدراسیون، از هر رشته که در هر گوشه و کنار از دنیا که به سر میبرند، البته بیرون از افغانستان، اونا هم تلاش بکنن همین گونه، شاید فدراسیون ها هم جایگاه خوبی داشته باشن. بین از طرف نهادها، از طرف نهاد خودتان بگین که چه تفاهم نامه هایی را روی دست دارین، آیا کارهای خوبی انجام دادین که ورزش افغانستان، ورزشکارهای خوب ما که در افغانستان هستند، بیشتر ترقی داشته باشه. سلام مجدد به تمام دوستایی که فعلا ما را باز هم مجددا از طریق تلویزیون شما تماشا میکنن. سلام را تقدیم میکنم قسمی که شما فرمودین. نهاد خیری ASSF رئیسش خودم هستم، بنیانگذارش خودم هستم و معاون از این نهاد جناب امیرجان حکیمی است، رئیس مهاجرین مقیم اروپا است. ما توانستیم دستاورد بسیار عالی را از آن خود کنیم. یک افتخار بزرگ با ما و با تمام ملت ماست که ما در افغانستان، در قندوز، در مزار شریف، در چندین نایه‌ای که در افغانستان به خوار غریب بی‌وضعات چیزی نداشتن، از طریق این نهاد کمک و همکاری شده برشان و افتخار با ما نه که با تمام مردم عزیز ما است و ما همیشه برشان یاد کردیم که ما همچنان از افغانستان هستم، خاک خوردیم و از دل ورزشکار و از دل مردم عزیز خود از افغانستان، از خوار، غریب، یتیم، بیچاره، بیوزن میایم
و ما به هر قیمتی که باشه باید از ما بر از اونها خدمت کنم، اگر در بخش سیاست می باشه، اگر در بخش ورزش می باشه، اگر در بخش حکومت همکاری می باشه، ما حاضر هستم بر از اونها از هر طریقی که باشه خدمت برشان کنم و به جامعه ورزشی خود و به جامعه تمام نهادهای خود حاضر هستم که از هیچ نوع همکاری دریغ نمی کنم برشان و همکاری می کنم و خواهد کردم. و ما بر شما یادآور شم که ما با صلیب سرخ یک تفاهم‌نامه داشتیم که انشالله پیشتر بر شما یادآوری شدم. اگر ما را اجازه بدن کمیته ملی المپیک و ریاست‌های فدراسیون، ما می‌خواهیم که ورزش افغانستان یک جایگاه خاص به خود بگیره، مثل کرکت بورد ما واره. فدراسیون‌های ما اگر رضای خدا باشه از خود کفا باشن، از خود جور کنن هر چیز، هر مسابقه. و بر شما بهتر معلوم است زیربنای هم اگر پا اقتصاد است، اگر اقتصاد یک کشور ضعیف بود، خود کشور اولیت کشور ضعیف است. اگر اقتصاد یک فدراسیون یا اقتصاد یک خانواده ضعیف می باشه، او فدراسیون یا او خانواده ضعیف می باشه. ولی ما کوشش میکنیم، سعی تلاش ما می است که به خاطر بخش های معارف و تعطیلات عالی، بخش تحصیلات عالی شه زیر پوشش گرفتیم، بخش ورزش شه ما اینجا که نهادها گرد زدیم، کانتینرکی انشاءالله و یاری پروردگار لوازم ورزشی و کمیته ملی المپیک و فدراسیون های مختلف انشاءالله همراهشان. اگر نظر به ای که اهل قلم باشن و فدراسیون بخصوص فدراسیون مویزنی یک پروپوزل بر ما جور کنند که ما تا بتانیم بر از اینا روی یک ورق روی یک اسناد پیشنهاد کنیم که بر ما از لحاظ لوازم ورزشی به خاطر زال استاندارد پرورش اندام و زال استاندارد که به سطح ملی و ملی و اینیا از طریق صلیب سرخ ما همراهشان صحبت کردیم، با اتحادیه اروپا میتونن که اینیا جور کنن چندین زالایی که در بخش های مختلف در رشته های مختلف است. ما همراهشان گپ زدیم که جناب امیری صاحب هم در کمیته حاضر بودن، جمشید جان امیری و جناب رئیس صاحب بزرگوار، یکی از سیاست های یکی از سیاسیون کشور ما و شما انجینر صاحب حمید حکیمی رئیس مهاجرین مقیم اروپا که در اصل ما همراهی میکردن که ما با اتحادیه اروپا سخنرانی کردیم، گپ زدیم در بخشی که چندین کانتینر بر ما گفتن که پرینتر، کامپیوتر از لحاظ لوازم ورزشی بر بخش ما را ما چند بخش را ما مد نظر گرفتیم که یک بخش ما بخش ورزشی است با کمیته المپیک با فدراسیون های مختلف، یک بخش ما بخش معرف است که از لحاظ قلم، کتابچه، کامپیوتر، پرینتر برشان هم کاری میکنیم. یعنی می دستاوردهایی بوده که در بخش دیگه ما که نهاد خیریه ماست، ما میخواهیم که اگر رضای الله باشه امیر در سر تا سر کشور در پوشش خود بگیریم، تمام خوار و غریب بیچاره را چون کمیته خود ما در افغانستان داشتیم، نظر به اینکه لیستایشان را جمع‌آوری میکنن، کسایی که بی‌وظیفه تر ما در خدمتشان بودیم و هستیم و این افتخار بر ما و به تمام ملت ما است. بسیار خوب. نسیمی صاحب، از افغانایی که مقیم اروپا هستند، آیا اونا رو حمایت کردین که مهاجر هستن دور از کشور، آیا برنامه‌ریزی های تمرینی مسابقه ای دارن یا خیر؟ تشکر. یک چیزی را اشاره کنم که فراموش کردم، بسیار سوال بجا و خوب. ما با یکی از ارگانای از اینجا گپ زدیم که تقریبا بر 6 سال از کاتگوری 18 سال دو تیم ما را اسپانسر میکنن با ترنرهایشان که تیم بوکس ماست. و با بر شما یادآور شم منیس رئیس بورد مهاجرین مقیم اروپا و ما توانستیم که کسایی که در بخش های کیس که داشتن در اینجا بر ما، اگر دختر خانم‌ها بودن از شوهرای خود جدا شدن، اگر شوهرها بودن از دخترای خود از خانم‌ها خود جدا شدن، و در بخش‌های ورزشی ما که کسایی که مشکلات داشتن بسیاری قهرمانای ما حتی قبولی نمیدادشان، ما این جمعایشان صحبت کردیم از طریق ریاست مهاجرین مقیم اروپا مکتوب داده شده بر از و کیس از ما را پس از سر گرفتیم و قبولیشان را گرفتیم. یکی نه دو تا نه، تقریبا دو نیم صد خانواده و قهرمان های ما کم از کم یک 60-70 قهرمان ما را برشان کیس هایشان فراهم ساختیم و از سازمان های مختلف که بخش دنمارک بوده، بخش فنلند بوده، در بخش خود جرمنی و ایتالیا بوده، در سویدن بوده که همراهشان صحبت کردیم، مشکلاتشان را حل کردیم و ما همیشه در خدمتشان هستم و خواهد بودم. بسیار خوب. بازم برگزاری مسابقات به جز از اینکه اولین بار از تحت نام بنیانگذار موزنی در افغانستان مسابقات برگزار میشه، برای تیم ملی چی برنامه ها دارین که بتونن تیم ملی را به سطح خوبتر و بهتر مسابقاتش برگزار بکنن؟ تشکر. از زمانی که سوال بجا کردین جناب احمدی صاحب، از زمانی که جناب سلطانی صاحب رئیس فدراسیون موزنی بر ما پیشنهاد شما آمد و ما جذب کار شدم،
توانستم که بر از اینیا تمام زالشان، تمام زمزکایشان، تمام مصارف تشنابا و تمام خلاصه براتان بگویم کمی زاله که استاندارد به سطح ملی و بین ملی بوده و می باشه امور مصرفش از طرف ما و جناب امیری صاحب استاد نور سخیزاده پرداخت شد و جناب از طریق جناب رئیس ماجرین مقیم اروپا می 5-6 نفره که بردیم، ولی زیادتر مصارفشان که جناب آقای امیدی امید حکیمی بوده و امیری صاحب بوده و خودم بودیم، این مصارف را زیارت دادیم تا یک زال استاندارد به سطح ملی و بین ملی برای جامعه ما تقدیم شد، بخصوص به فدراسیون مجزنی که ما توانستم که تمام زمزکایش از بودجه شخصی خودم و همی تمام مصارفی که در بخش های توپ بوده، ناک بوده، به حساب ورزشی بر شما بگویم یک پرنتر بوده و کامپیوتر بوده و تمام مصارفی که یک زال بوده، ما اون مصارفش از خودم از جیب شخصی خود پرداخت کردیم با امید از اینکه ما همچنان زندگی ما با ورزش گره خورده و همین ورزش بوده که ما در این مقام رسیدیم و ما تا بتانم به ورزشگاه خود، به ولایات خود، به مرکز خود و دست خور غریبی در سطح ولایات و مرکز که در بخش های ورزش است، حتی کلاپایشان خراب بوده، از طریق خود ما و همین نهاد ما بر از اونها پرداخت شده، کلاپایشان جور شده، حتی غلطیده بود در لغمان کلاپشان فال شد و یک جام دیگری که به نام خود الحاج ماستر منقوش نسیمی که یک لطف کردن، تشکری میکنم از زون شرق که این جام ماندن در زون شرق و مصارف از اون از طرف نهاد ما داده شده به صفت از اینکه ما فعالیت های زیاده را در بخش های ورزشی، در بخش های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و همین نهاد نمودیم، اونها به افتخار از این یک جام ماندن و از پیشان سپاسگزاری میکنم از طریق تلویزیون شما. بسیار خوب. کوتاه نسیمی صاحب، فکر میکنم رئیس جدید فدراسیون بوکس دوست رفیق شما، همیار شما و تیم ملی هم بودن، آمدن اونا خیلی تاثیرگذار بوده که شما به خاطر اون در گذشته این کمک ها را نداشتین، یک بارگی شما بیشتر توجه کردین به فدراسیون مجزنی. کوتاه میخواییم بپرسم. تشکر جناب احمدی صاحب، قسمی که بر شما معلوم از من مسلکی هستم و جناب قدیر جان که از همسینفی و هم دوره و هم کلاس ما بوده، کسی که مشت خورده باشه و مشت زده باشه، عرق ریختانده باشه و میفهم از دل کسی که عرق میریزانه، باخت کرده باشه، برد کرده باشه، میفهم که چگونه، چه قسم باید به کدام میار، به کدام و نظر به این که من هم کارش هستم و من همیشه با او پلانایش مد نظر داشتیم و گرفتیم، میخواهیم که این فدراسیون یک جایگاه خاص به خود بگیره، یک شخص مسلمان است، امانتکار است، واقعا هر پولی که از سازمان ها میایه برش او رو در گروپ شریک میکنم، با 370 استاد نماینده هایی که ولایت مرکز است یک گروپ دارن در گروپ شریک میکنن و ما پیشنهاد ما به تمام کسایی که از این طریق ورزش رفتن به خارج و خصوص بوکسرهای ما در کانادا هستن، در جرمنی هستن، خواهش ما میاست که بیان دست به دست بتن، اتحاد کنن، اتفاق کنن، پول روان نگر میکنن به فدراسیون خود کنن، فدراسیون خانه همه افغان ها است، فدراسیون همه به اصطلاح هم دیگ یک خانواده است، همه ما که یک رفا در او دیگ پرتیم او دیگ انشالله سر تشکر یک افتخار بزرگ با فدراسیون میشه. سپاسگزار هستم از حضورت ماستر منقوش‌الدین نسیمی، قهرمان از وقت تیم ملی مجزنی و رئیس فدراسیون ورزشی پانتون‌های افغانستان. با امید پیشرفت‌های شما هستیم. سپاسگزار. تشکر از شما و از تیم کاری شما. موفق باشین، سربلند باشین، قهرمان‌ها را و همین پیشقسوتان را با پیش می‌گیریم، با نشر می‌گیریم. زنده باشین، سلامت باشین. سپاس. تشکر از شما ایزا هم که بیننده دنیای ورزش بودین. صحبت های ماستر منقوش‌الدین نسیمی و همچنین رقابت های بیساری لیگ برتر کرکت کابل را از تاریخ 24 جولای مطابق به اول اسد سال روان خورشیدی در کابل که آغاز می گردد، شما هم به گونه زنده و قانونی از آریانا بیننده باشین. وقت بخیر، خدا نگهدار.